آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. همایش همبستگی نهاد مردمی در نروژ. هموطنان عزیز، در این شرایط سخت و بحرانی کشور عزیزمان ایران، با هم بودن و در کنار یکدیگر در راه آزادی ایران قدم برداشتن یک امر ملی است. نهاد مردمی با یک هدف پنج است می تواند محلی برای فعالیت هر کدام از ما ایرانیان باشد. به این منظور روز شنبه 30 آپریل در نروژ، اسلو، انکر هتل از ساعت 12:00 تا 4:00 بعد از ظهر در انتظار دیدار شما هستیم. باشد که با آشنایی به نهاد مردمی شما نیز همراه شوید. دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش. این فرماشون سموته فر نهاد مردمی ای نورگه شهر نوشگه ونر دینستاته ویل وارن ستور بتیدنینگ فر ده ایرانسکه فولک تیلو اپنو فریهت و دموکراسی ای ایران. نهاد مردمی شمپر اکتیو فر دته. فر مر اینفرماشون ام نهاد مردمی سپو www.nahademardomi.com. Du är välkommen på informationsmöte lördag den 30 april på Anker Hotel Storgata 55 08:12 Oslo från klockan 12:00 till klockan 16:00. درود بر هموطنان عزیزم. ایرج شاه‌ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو در غیاب همرزم عزیزمان دکتر فروتن که در جای دیگری در جهان و
به دنبال کارهای نهاد مردمی هستند برنامه امروز رو خدمت شما تقدیم میکنم. هموطنان عزیز، برنامه امروز نسبتاً برنامه پرباری است. ما با گروهی از هممیهنان عزیزمون که در لندن تحصن کردند صحبتی خواهیم داشت. با آقای توسل رفیعی، یکی از کامپیوتر گروه های نهاد مردمی که بخش عظیمی از کارهای تکنولوژی رو به عهده دارند صحبتی میکنیم، و خانم فائزه اخبار خواهند داشت. بنابراین توجه شما رو به برنامه امروز جلب میکنم. قبلا یک توضیحی لازم هست بدم که در جای مشغول انجام کاری بودم که یکی از پروفسورهای یکی از دانشگاه‌های اینجا که روزی من باشون آشنا شده بودم و اهل سوریه بودند آمدند و با من صحبت کرد. حرفشون این بود که کاری نکنید که مردم سوریه کینه ایرانیان رو به دل بگیرند، و خیلی من متاسف هستم از اینکه کار به جایی رسیده که اهالی سوریه، مردم سوریه، ملت سوریه باید بیاین در اینجا و در این مملکت که ما همه یه جورایی میشه گفتش که میزبان نبودیم ولی میهمان بودیم، حالا میهمان میزبان هم شدیم، مورد ادعای بقیه قرار بگیریم. ایشون گفتن که سپاه پاسداران رژیم اسلامی داره مردم ما رو میکشه، و ایشون این چنین میگفتن که اهالی سوریه، حتی نظامیان سوریه، مردم سوریه رو نمیکشند، دستشون به خون مردم سوریه آلوده نمیشه. این سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که بسیج شده، به سوریه رفته و دستش به خون ملت سوریه آلوده است. این پروفسور دانشگاه به من گفتند که ملت سوریه ملت با اراده است، بشار اسد رفتنی است ولی ملت سوریه ماندنی خواهد بود. از آقای منصور تقاضا میکنم اگر که ممکنه این عکس رو نشون بدن که این همین امروز روی یاهو بوده که این مرد جوان رو ببینید که چطور داره واقعا استغاثه میکنه از ته دلش و میگه استاپ کیلینگ. این پروفسور دانشگاه که در یکی از دانشگاه های جنوب کالیفرنیا مشغول تدریس هستن، در حالی که اشک به چشمشون اومده بود به من گفتن که من میدونم که شماها هم همین گرفتاری رو دارید، ملت ایران هم همین گرفتاری داره، ولی این سپاه پاسداران خودشو در چاله‌ای داره میندازه که ملت ایران ممکنه فردا گریبانشون گرفته بشه در این زمینه. هموطنان عزیز، حکومت فاسد اسلامی این حق رو نداره که ملت ایران رو در جاهای دیگر در جای جای جهان بی آبرو بکنه. اینا خودشون به اندازه کافی بی آبرو هستن. من برای این پروفسور دانشگاه توضیح دادم، اما حقیقتاً جوابگوی اون ملت کی خواهد بود؟ جوابگوی ملت ما چه کسی خواهد بود؟ جوابگوی این جوانانی که امروز در اینجا و اونجای جهان تحصن کردند کی باید جوابشون رو بده؟ این حکومت فاسد، این حکومتی که دستش به خون ملت ایران آلوده است، این حکومت که میدونه رفتنی است و جایی در ملت در جای در قلب ملت ایران نداره، اینا هر چه زودتر باید زمینه رو خالی کنن برن. اما اجازه بدید قبل از اینها صحبتی داشته باشیم با یکی از این جوانانی که در لندن تحصن کردن. اجازه بدید ببینیم که میتونیم داشته باشیم. هلو بله، مثل این که قطع شدن. در یک فاصله دیگری من حتما سعی میکنم که ایشون رو بگیرم و با هم صحبت بکنیم. از آقای منصور تقاضا میکنم اگر که بله بتونیم این شماره این جوانا رو در لندن بگیریم. من اجازه فرمایید ببینم اگه بشه این کار رو انجام بدم. بله، ما نداریم، اصلا دالتون نداریم. بله،
شما تا این شماره رو میگیرید من مطلبی هست که باید خدمتتون عرض بکنم. هموطنان عزیز، یک ایمیلی دست من رسیده بود در این زمینه که یک کسی نامه‌ای نوشته و میگه که به نوه‌ام چه بگویم. حقیقتا ما چه میتوانیم به فرزندانمون، به نوه‌هامون بگیم؟ میگه اولا که سپاسگزاری میکنم از این شخصیتی که برای من اینقدر ساده مینویسند و اینقدر نوشته هاشون به دل مینشینه. به نوه‌ام چه بگویم؟ کشتند و بردند و غارت کردند، تماشا کردیم. صحبت از این سالهایی است که بعد از حکومت فاسد اسلامی به حکومت نشستن، ایشون میگویند که کشتند و بردند و غارت کردند، تماشا کردیم. راه فرار را به دیگران نشان دادیم، زندانها را پر کردند، تماشا کردیم. و این آخرین دیدارشان بود. عربده کشیدند، دست به دامن عفو بین الملل شدیم. عفو از چی؟ هرگز جوابی نشنیدیم و نداشتیم. عفو از گناهی که هرگز مرتکب نشدیم. جرثقیل ها مدرنتر شدند، 5 نفر را با میله های رابط یک جا اعدام می کنند. نگاه کردیم و دم بر نیاوردیم. چقدر واقعا تأسف انگیزه وقتی ما می بینیم که یه عده رو دارن اعدام میکنن، جوانی رو به دار دارن میکشن، یه گروهی وایستادن تماشا میکنن. مگه میشه؟ مگه میشه وایستاد و تماشا کرد؟ مگه میشه تماشاگر جان دادن یک انسان دیگر بود؟ عفو از گناهی که هرگز مرتکب نشدیم. جد سقیل ها مدرنتر شدند، 5 نفر را با میله های رابط یک جا اعدام می کنند. نگاه کردیم و دم بر نیاوردیم. اما وقتی فرزند یک اعدامی را برای تماشای دست و پا زدن پدرش آوردند، از شرم سر را بالا نکردند. دخترک کوچک لباس قشنگ عیدیش را پوشیده بود و چه معصومانه نگاه می کرد به پدری که هرگز راه بازگشت نداشت. و این آخرین دیدارشان بود. به نوه‌ام چه بگویم که در این روزها به ما چه می‌گذرد؟ من و تو چگونه از کنار هم رد می‌شویم و حتی به چشم‌های هم نگاه نمی‌کنیم؟ کوتاه سخن. سازمان عفو بین‌الملل را باید در هم کوبید. سازمان عفو بین‌الملل را باید در هم کوبید و اون را به سازمان نبرد علیه تجاوزگران به حقوق انسان تبدیل کرد، تا شاید بتواند کمی شرمساری را کاهش دهد. ای کاش آن تفنگ پشت ویترین برای بازی نبود. ای کاش تفنگ ها برای ترساندن گرگ ها و شغال ها نبود. ای کاش تفنگ ها برای دفاع از شرف انسانی و هویت ملی بود. در مقابل رشد جنایتکاران حرفه‌ای که همه چیز این مردم را به تاراج می برد. هنوز من حرفی برای گفتن به نوه‌ام ندارم. هنوز من حرفی برای گفتن به نوه‌ام ندارم تا روزی که فرا رسد و من به مثابه انسانها که جسد متحرک نیستند و من به مثابه انسانهایی که فقط جسد متحرک نیستند وظیفه ای را در مقابل آرمان ها ادا کنم. تنها آن روز از دیدن نوه هایم شرم نخواهم کرد. تنها آن روز از دیدن نوه هایم شرم نخواهم کرد. و چه بیتابانه تو را میخوانم آزادی. و چه بیتابانه تو را میخوانم آزادی تا شرمسار این سالهای سترون نباشم. هموطنان عزیز، تا کی میشه تماشاگر بود؟ تا کی میشه بشنویم زجه های مادران و پدران رو؟ تا کی میشه دید فرزندان این آب و خاک رو آواره در سراسر جهان؟ تا کی میشه دید مردان و زنان رشید ایرانی رو در زندان ها؟ آقای دیگه‌ای که با ایشون یه ویدیو هستن
بله. آقای مرتضی درود بر شما در لندن. ممنونم. درود بر شما و بینندگان محترمتون. آقای مرتضی اولا به من بفرمایید که چه اتفاقی برای آقای کیارش افتاد؟ تا اونجایی که من میدونم شما همه اعتصاب کردید در جلوی دفتر سازمان ملل متحد در لندن و لباتون رو دوختین، همینطوره؟ بله درسته. بله، خواهش میکنم توضیح بدید که برای چی اونجا هستید و چه به سر آقای کیارش اومد که قرار بود آقای کیارش صحبت بکنن. بله، آقای کیارش اومدن که بلند بشن، سرشون گیج رفت از ضعف زیاد، بعد خوردن زمین و متاسفانه سرشون خون اومد، الان آمبولانس داخل چادر دارن معاینه‌شون میکنن. خب حالا آقای مرتضی به من بفرمایید که شما آقای مرتضی بیات هستید، همینطوره؟ بله درسته. خواهش میکنم یه توضیح بفرمایید که اولا چند روز این اعتصاب از کی شروع شده، خواسته هاتون چی هست؟ بله 24 روزه که ما تو اعتصاب هستیم و ما از مردمانی بودیم که داخل ایران که اومدیم آزادی خواستیم، اومدیم بسه رأیگیری ها رأیامون رو خواستیم، از بطن مردم بودیم که با ما دیدین که چجوری برخورد شد. بچه ها زندان و شکنجه و این حرف ها، تونستن فرار کنن تو این کشور و تو این کشور هم جایگاهی ندارن متاسفانه. انقدر ایران یعنی یه وضعیتی پیش اومده که 6 نفر از ایرانی ها باید بیان کنار خیابون چادر بزنن. این خیلی قشنگی که همه مردم ایران بدونن ما از برای خوشی به این کشور نیومدیم، کشوری که فراوانی زیاد داره تو ایران، ما هم زندگی داشتیم عین همه، دانشجوتمون هست، بچه 17 ساله داخلمون داخل بین ما هست که اعتصاب کرده لباشو دوخته، پیرمرد 56 ساله که 3 تا مغازه‌هاشو مصادره کردن. بله بفرمایید. اومدیم داخل روبروی سازمان ملل تا ببینیم میتونن برای ما ایرانی ها و تمام مردم ایران یه کاری بکنن، صدامون رو به گوش مردم دنیا برسونیم که وضعیت ایران رو بدونن چه وضعیتی هست. آقای بیات عزیز، اولا که من مطمئن هستم که امروز نهاد مردمی صدای شما رو چندین بار در سراسر جهان پخش خواهد کرد و همه ایرانیان متوجه میشن که شما عزیزان، شما مردان و زنان غیوری که برای آزادی و برای رسیدن به حقوقتون در اونجا اون کارهایی رو کردید که تمام جهان متوجه شد، چند تمام جهان نگاهش به ایران دوخته شد، شما اسمتون در تاریخ میمونه، شما و تمام کسانی که شهید شدن، تمام کسانی که در زندان ها هستن و مطمئنن بقیه جوانها، بقیه مردان و زنان غیور ایرانی اونجا منتظر هستند، منتظر فرصت دیگری هستند تا به شما اون کاری که شما شروع کردید ادامه بدن و کارو تموم بکنن. اما شما بفرمایید که الان وضعیت شما در لندن چطوره، شرایطتون چجوره؟ یه کلیپی رو شما برای ما فرستادین که الان داره این کلیپ پخش میشه، من میدونم که شما نمیبینید تلویزیون رو ولی کلیپ شما داره پخش میشه، اما از وضعیت خودتون بگید که چه کار کردید، آیا شما میخواید که در لندن بمونید، میخواید از سازمان ملل متحد چه تقاضایی دارید و آیا به تقاضای شما تا حالا توجه شده نشده، چه کار براتون کردن؟ نه به تقاضای ما که هنوز رسیدگی نشده، هیچ کسی الان بالا سر ما نیومده. خدمت شما عرض شود که ما تقاضامون اینه که ایرانی ها بتونن به خاطر اینکه وضعیت این رژیم خونخوار رو میدونن بتونن برای ایرانی هایی که از ایران فرار کردن یه حق زندگی به اینا بدن. من شما خواهش میکنم یه چند کلمه میخواستم صحبت بکنم که برای مردم ایران این روشن بشه که ما الان یه بچه 17 ساله داخلمونه که بهش تو ایران تو زندان ایران تجاوز شده، قهرمان کشتی آسیا بینمونه که بدنشو تیکه تیکه کردن که روی دوشک کشتی نتونه بره، دانش
عضو رشته کشاورزی بینمونه که اخراجش کردن بعد از درگیری یا اخراجش کردن، پیرمرد 56 ساله بینمونه که پسرشو از دست داده تو شلوغیا، جونشو برداشته فرار کرده. اینا رو مردم بدونن، اشتباه فکر نکنن که ما برای خوشی، اصلا هیچ خوشی برای ما خوشی تو ایران و تو مملکت خودمون نمیشه. آقای مرتضی بیات، حقیقتاً وقتی شما اینا رو بیان میکنید، دل هر کسی در سراسر دنیا واقعاً به گریه مینشینه، برای اینکه این حکومت فاسد ببینید که با جوانانش چه کرد، با مردمانش چه کرده. اما این حکومت فاسد ماندنی نیست، این حکومت رفتنی است و این نیز بگذرد. اما آقای بیات، شما تقاضاهاتون رو، اولا تقاضاتون از مردم ایرانیانی که در انگلیس و به خصوص در لندن هستن چی هست؟ ما تقاضامون اینه که ایرانی ها رو حمایت بکنن، برای آزادی ایران و ایران آزاد تلاش بکنن، همونطوری که داخل ایران مردممون دارن تلاش بکنن. همین، تقاضای دیگه ای نداریم ما. شما برای آزادی ایران. بله، شما خودتون الان با توجه به اینکه این وضعیت رو دارید، خب رژیم یه سوء استفاده هایی که میکنه اینه که میخواد بگه که اگه مردم به این درخواستاشون ادامه بدن، سرنوشتشون همین سرنوشتیست مثل شماها، در حالی که پیغام شما این نیست. شما اینقدر با رشادت وایستادید و اینقدر ایمان دارید به کاری که دارید میکنید که مطمئنن پیامتون پیام دلسردی و یا اینکه شما متاسف هستید از اینکه این کار رو کردید نیست، درسته؟ درسته، ما تلاش بعد از این هم تلاش خواهیم کرد. یعنی ما میخواییم یه جا حق زندگی هم که داشته باشیم، حتی اگر نداشته باشیم تلاش میکنیم و اینو همه مردم میدونن، منم میدونم، شما هم میدونید که این یعنی تا عقب نمیذاریم و این رژیم سرنگون خواهد شد. آفرین. ما اصلا ناامید نیستیم، الان هم که اینجاییم، فقط میخواییم جلوی سازمان حقوق بشر به خاطر این یه کمپینگ زدیم، یه کمپینگ هم جلوی وزارت کشور، این کمپینگ که جلوی سازمان حقوق بشر زدیم فقط به خاطر ایران و ایرانیه، به خاطر کار خودمون. ببینید، شما در دل ایرانیان یه جای خاصی دارید و در دل مردمان آزادی خواه جهان همینطور، در دل کسانی که مبارزه با استبداد میکنند، حقیقتاً ما کلاهمون برای شما بر میداریم و چقدر افتخار میکنیم به وجود جوانان و شخصیتهایی در کره زمین هستند که این چنین برای رسیدن به آزادی تلاش میکنند و اینقدر پایدار هستند در کاری که دارن میکنند. بنابراین اولا که ما ارتباطمون با شما ادامه خواهیم داد. به من بفرمایید در این فاصله که ما با هم صحبت میکردیم، وضعیت آقای کیارش چطوره؟ آیا حالشون بهتره؟ چه شرایطی رو دارن؟ نه متاسفانه، چون ضربه‌ای که از حال رفت، خورد رو زمین، سرش خونریزی کرده، مثل که دارن الان انتقالش میدن داخل آمبولانس که ببرنش بیمارستان. آها، اولا که براشون آرزو سلامتی میکنیم. حقیقتاً چقدر این پایداری شما عزیز و دوست داشتنیست، واقعا چقدر شخصیت هایی هستید که در دل ملت ایران جای خاصی دارید. من آقای عزیزیان هم قرار بود که صحبتی باشون داشته باشیم. آیا آقای عزیزیان نزدیک شما هستن که ما بتونیم باشون صحبت بکنیم؟ نه متاسفانه نه. بله، من بخاطر که کنار خیابون هستیم، صدای ماشین اذیت نکنه که من دارم با شما صحبت میکنم، اومدم یه گوشه ای که بتونم راحت‌تر با شما صحبت بکنم. خیلی خوب، اشکال نداره عزیزم. ما مثل اینکه آقای عزیزیان رو قرار هست که از طریق دیگری باشون صحبت بکنیم. اگر که شما پیامی دارید آقای مرتضی بیات، اگر چیزی بوده که آقای کیارش با شما صحبت کردن میخواستین حرفی بزنید یا دوستان دیگرتون حرفی دارن، بفرمایید تا با هم صحبت بکنیم. اول از همه که من دست ایرانی و ایرانی که ایران آزاد، ایران دوست داشتنی رو میخواد، دستش از راه دور میبوسم. ما اگر این کار رو کردیم، گشنگی به خودمون دادیم، سختی به خودمون دادیم، فقط به خاطر ایران و ایران آزاد، نه به خاطر خودمون. و
بعد بچه هامون هم تا قطره خونشون بعد از این هم خواهد همینجوری بود، فعالیتاشون ادامه بدن تا قطره خونشون برای ایران آزاد پایداری میکنن. همین از مردم هم خیلی تشکر میکنم، همچنین از شما که تونستین صدای ما رو به گوش مردم ایران و مردم دنیا برسونید. آقای مرتضی بیات، اولا که شما به دوستانتون هم بگید که ملت ایران و ایرانیان در سراسر جهان پشت شماها وایسادن، همینچنین که شما در طی این مدت نشون دادید که چه شخصیت‌های غیور و چه انسان‌های رشیدی هستید و این رشادت شما سرمشق بقیه مردم ایران قرار گرفته و این تداوم شما و این پیوستگیتون در مبارزه با استبداد حقیقتاً چقدر عزیز و دوست داشتنی است و مطمئناً ملت ایران این حکومت فاسد رو از اریکه قدرت با دست شماها به پایین خواهد کشید و مردم ایران همه دلشون با شماست. تمام کسانی که در راه مبارزه با استبداد قدم برمی‌دارن دلشون با شماست. من مطمئن هستم وقتی که این برنامه رو امروز مردم انگلیس، مردم اروپا، مردم لندن ببینن، حتما به شما پیوند خواهند خورد، همه حتما میان و شما رو خواهند دید و با شما هم بستگی خواهند کرد. از لطف شما سپاسگزار هستم که این افتخار رو به ما دادید که با شما صحبتی بکنیم، ولی این کار ادامه پیدا خواهد کرد و تمام کسان بله مثل این که ارتباط ما قطع شد، ولی مطمئنن تمام کسانی که این برنامه رو میبینن وظیفه خودشون باید بدونن که برن و با پشتوانه این جوانان باشن در لندن. از تمام ایرانیان تقاضا میکنیم شمایی که به خصوص در انگلیس هستید، به خصوص در لندن هستید، حتما باید برید و از این جوانان پشتیبانی بکنید. ملت ایران در سراسر جهان، ملت ایران در سراسر تاریخ با شما خواهد بود. مبارزه با استبداد ادامه داره، مبارزه با استبداد حتما بله. اجازه بدین مثل این که ما آقای آرش مهدوی رو داریم که میخوان صحبت بکنن در پلتاک. آقای آرش مهدوی، من گویانه رو به شما میدم، خواهش میکنم که صحبتتون رو بفرمید. درود دارم به این دوست هموطن عزیزمون در لندن و همه دیگر یارانشون. امیدوارم اون دوستمونم که حالشون بد هست هر چه زودتر حالشون خوب بشه. من فقط میخواستم به این مسئله اشاره کنم و سوالی از این دوستمون بکنم که اولا میدونم که حتما امروز مراسم ازدواجی در لندن خود این عزیز با زبان خودش مشکلاتی که دیده بگه و با این بچه ها و عزیزان در ایران صحبت کنه، چون ما میدونیم همین گونه دارن خارج میشن و واقعا در همه جای دنیا بدترین مشکلات برای ایرانیان به وجود اومده، برای اینکه دولت‌های غربی به هیچ وجه زیر بار نمیرن و سیاست جدیدشون هستش که انقدر فشار بیارن تا این عزیزان مجبور شن که برگردن. سپاسگزارم. من تمام. مرسی آقای آرش مهدوی عزیز. اجازه بفرمایید که نفر بعدی مثل آقای امیر سلیمانی میخوان صحبت داشته باشن. بله اجازه بدین که آقای میکروفون دست من نیست. بله مثل این که آقای امیر سلیمانی هم صحبتی دارن، من خواهش میکنم آقای امیر سلیمانی بفرمایید. ما دو سه دقیقه فرصت داریم که شما فرمایشاتون بفرمایید، اما ما رابطمون با این آقای مرتضی بیات در لندن قطع شد، بنابراین ایشون پیام آرش مهدوی عزیز رو از طریق تلفن نتونستن بشنون. ما دوباره در برنامه‌های دیگر حتما با این جوانای عزیز صحبت خواهیم کرد. من گویانه رها می‌کنم، شما آقای امیر سلیمانی صحبت کنید. بله در ایران یاران گرامی، اگر صدای منو دارید خواهش می‌کنم یه دو بزنید. از شما خدمتتون که جناب دکتر ولایتی گرامی همرزم خوب من جمهوری اسلامی نیومد که بره، باید این نظام کشتارگر رو به زمین کشوند. من خودم با پوزش از همه یاران
از اینکه از سرزمینم خارج شدم میگم غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه بالاتر از همه میگم گوه خوردم. من در ایران میتونستم با مراتب مفیدتر باشم تا در خارج از کشور، چون در خارج از کشور متاسفانه شرایطی نیست که بذارن میگم هوسان راستی حرفاشون رو بزنن. و اینه که به جمهوری اسلامی نیومد که بره، باید این نظام کشتارگر رو سرنگون کرد. و این که ما تا زمانی که دلمون بر این خوش باشه که اومد و بره، همین گرفتاری رو داریم. ما بزرگترین سند جنایت رو بر علیه انسان کشی در تاریخ جهان داریم. من فکر میکنم یکی از وظایف بزرگ نهاد مردمی اینه که بیاد این اسناد رو در مقابل چشمان جهانیان روشن کنه. این انسان رو دارن میکشن. صحبت ایرانی بودن و نمیدونم آمریکایی بودن و فرانسوی بودن نیست. انسان رو، حالا من از هر نقطه جهان باشم فرقی نمیکنه. آیا فکر نمیکنید که ما میتونیم اگر چنین حرکتی رو بکنیم در نهاد مردمی که این اسناد جنایت علیه بشریت رو در برون مرز بتونیم نشون بدیم، حالا اگر کار دیگه از دستمون بر نمیاد حداقل این کار رو بکنیم و ثابت کنیم که این نظام یک نظام، من نمیخوام به اصطلاح به زبان ساده بگم، جمهوری اسلامی خیلی حامیان عجیبی داره. تمام سازمان های اطلاعاتی جهانی دارن باش کار میکنن. این رو نباید ندیده بگیریم. وقتی دشمنش انسان ضعیف بگیره خود به خود دچار مشکل میشه. ولی ما بزرگترین اسناد و مدارک رو علیه این جنایتکاران علیه بشریت داریم و امیدوارم که هرچی زودتر یک بخشی از نهاد مردمی فقط کارش این بشه که این جنایت ها رو برای تمام جهان رو کنه. نه اینکه نمیبینن، میبینند، ولی اونایی که دلشون میخواد این نظام کشتارگر و ضد ایرانی و ضد انسانی رو حفظ کنند، اینها همچنان حمایت میکنند. همین چند دو هفته پیش بود جان کری میگفتش که روزی 100 میلیون دلار دارن با جمهوری اسلامی معامله نفتی میکنند. پس یه بردار بایستی عمیق‌تر با این مسائل برخورد کرد و من سپاسگزار میشم از اینکه یه مردار بایستر راجع به این مسائل صحبت کنیم. سپاسگزارم از فرصتی که اومده دید گویانه رها و شکمنم که در خدمتون هستم. من هم سپاسگزار هستم از شما آقای امیر سلیمانی عزیز، یکی از پشتیبانان نهاد مردمی، سپاسگزارتون هستم. بله البته این مطلبی که شما می‌فرمایید هست، اما باید دید شرایط کسانی که مملکت رو ترک کردن چه شرایطی بود. اگه شرایط خوبی بود حتما می‌موندن، اما من همیشه میگم که وطن مثل سلامتی می‌مونه. طبیعی است که اگر که تا سلامتی رو از دست ندیم، تا وطن رو از دست ندیم، قدرش رو نمی‌دونیم. ما اگر که در میدان جنگ می بودیم شاید می توانستیم مؤثرتر باشیم تا بیرون از میدان جنگ بمانیم. این فرمایش شما رو من قبول دارم، اما بریم در این فاصله و ببینیم که آیا می توانیم با آقای افشین عزیزیان صحبتی داشته باشیم در این فاصله کوتاهی که داریم. آقای افشین عزیزیان صدای من رو می شنوید؟ بله من صداتون دارم. بله یک کمی صدای میکروفونتون رو بیشتر ببرین بالاتر تا ما بتونیم صدای ما میکروفون ما تا آخرین حد باز هست. شما یک کمی بلندتر صحبت کنید. الان صدای من بهتر شد؟ الان صداتون بسیار خوبه. اجازه بدید من ببینم که صبر کنید من ویدئوم هم وصل کنم. بله ویدئوتون وصل بکنید که
چند دقیقه فرصت داریم؟ ما الان روی ایر هستیم و شما لطف بکنید صحبت بکنید. همین جوری فکر نمی‌کنم دیگه فرصت داشته باشیم ویدیو شما رو ببینیم. خواهش می‌کنم 5 دقیقه ما فرصت داریم برای شما. ما با آقای کیارش متاسفانه نتوانستیم صحبت بکنیم به دلیل اینکه آقای کیارش در اثر ضعفی که داشتن به خاطر اینکه مدتی سر این اعتصاب غذا هستن ظاهرا زمین خوردن و سرشون شکافی خورده و با آقای مرتضی بیات صحبت کردیم چون آقای کیارش رو مجبور شدن که به بیمارستان ببرن. حالا شما مطالبتون بفرمایید، ما اینجا سعی میکنیم که صدای شما رو پخش بکنیم. من الان ویدئوی من آماده است، اگر شما لطف کنید و با ویدئو کال به چون خیلی از ارگانیزیشن های بین المللی که منو میشناسن، من میخوام اونها من رو در این مصاحبه ببینن و اونها هم به کمک همیانان هم بیان. بسیار خوب، اجازه بدید. آره خواهش میکنم. بله اجازه بدید که پس قطع میکنیم، ما شما رو شما ما رو بگیرین دوباره. بله بله حتما این کارو میکنم. پس من قطع میکنم شما رو میگیرم. بله بله. هموطنان عزیز ببینید، این حکومت جنایتکار با ملت ایران چه کرد؟ بله مثل اینکه ظاهرا شما رو داریم. بله بله اجازه بدین که چه جوان غیور و رشیدی آقای عزیزیان عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم آقای عزیزیان، اولا شما لطف کنید و خودتون رو معرفی بکنید تا بشناسن هموطنان عزیز ما شما رو. بله سپاسگزارم. اولا درود دارم بر تمام همیهنان گرامی. من افشین عزیزیان هستم، یکی از مدافعان حقوق بشر در انگلستان. من سابقه 16 ساله در مبارزات با دولت انگلیس و برای پناهندگان چه در سطح مللی و چه در سطح بین‌المللی دارم. خودم یکی از پناهندگانی بودم که طولانی ترین پناهندگی رو در طول تاریخ انگلستان داشتم. به خاطر مبارزاتی که با اونها داشتم 14 سال دولت انگلیس من رو جواب پناهندگی به من نمیداد، ولی من تونستم با مبارزاتم بسیاری از قوانین غیرانسانی اونها رو در پارلمانشون نزدیک به 42 بار مجبورشون کردم به سخنان من گوش بدن و با کمک سازمانهای حقوق بشر بین‌المللی تونستیم بسیاری از قوانینشون رو عوض بکنیم، که البته کما اینکه دولت انگلیس 16 ساله که به قول معروف از همه نظر سعی در زنده بگوی کردن من داره، ولی خب همچون فرزند کوروش بهشون ثابت میکنیم که با دستای خالی هم ما مبارزان کارآمدی هستیم. این از اون مسئله. آقای افشین عزیزیان، اولا تصویرتون یه مقداری با توجه به اینکه شما عقب و جلو میرین تصویرتون بلوری میشه، یه مقدار اگه ممکنه عقب‌تر تشریف ببرید که تصویر شما بهتر بشه. خیلی رفتین عقب. نه آها خیلی حالا بهتره. فرمودین که پس شما خودتون یکی از کسانی بودید که سالهاست مبارزه کردید و تقریبا این راهی رو که این بچه ها دارن میرن رو شما رفتید و بارها شاهدش بودید، همینطوره؟ بله دقیقا. من تمام مسائل رو کشیدم، کما اینکه دولت انگلیس برای خفه کردن من 7 سال من رو آواره خیابان ها کرد که من رو خفه کنن، ولی خب خوشبختانه من تونستم صدام رو به گوش تمامی ملل جهان برسونم. فیلم هایی که از زندگی نامه من درست شده در 52 کشور دنیا به نمایش گذاشته شده و سازمان های بسیار زیادی از سراسر جهان با شخصیت من آشنایی پیدا کردن. آقای افشین عزیزیان، شما همون شخصیتی هستید که در فرودگاه زندگی میکردی؟ نه خیر، ولی خب تقریبا شباهت زیادی بهشون دارم. بله من بفرمایید که پیامتون برای بچه های داخل ایران، جوانان داخل ایران، مردم مبارز داخل ایران چه پیامی شما دارید؟ اولا من میخوام بگم که آزادی حق اصولی هر انسانی هستش و هیچ دولت دیکتاتوری در طول تاریخ نتونسته با خفه کردن مردم به اصطلاح پا بر جا بمونه و تاریخ ثابت کرده که دیکتاتورها آخرش برانداخته خواهند شد، کما اینکه شما در محدوده به اصطلاح همین میدل ایست دارید میبینید. من در خاورمیانه تمامی مردم خاورمیانه بر علیه دیکتاتورها بلند شدن و یک موجی به راه افتاده. مردم دیگه نمیتونن در به اصطلاح با قانونهای عصر حجری زندگی بکنن. اون قوانینی که در ایران در حال حاضر اجرا میشه یعنی قوانین توحش، قوانین غیر انسانی، غیر اصولی هستن که با هیچ وجدان بشری به نظر من قابل قبول نیستن و مردم ما باید، مردمی که ما داریم و
این دیرینه فرهنگ ما ثابت کرده که فرهنگ پویای ایران بر تمام خرافه پرستی ها چیره خواهد شد. و من از جوانان ایران میخوام برای حق دادنی نیست، گرفتنیه. برای گرفتن حقتون باید بپاخیزید، وگرنه آیندگان شما رو لعنت خواهند کرد، چون سرنوشت آیندگان ما بسیار بدتر از کنون خواهد بود. آقای افشین عزیزیان، وقتی که با آقای مرتضی بیات صحبت میکردم دیدم اون چرا که این جوانا کردن در طی این مدت و با توجه به تمام این آوارگی و این گرفتاری هاشون انکاندیشنال صحبت میکردن، یعنی به هیچ وجه از مردم ایران طلبکار که نبودن و از کاری که کردن پشیمان هم نبودن، بلکه استوار ایستادن و حتی اینجوری صحبت میکردن که این کار رو ادامه خواهند داد و از مردم ایران و از ملت ایران میخوان که همین راه رو ادامه بدن، چون اینها ایستادن تا نظام استبداد رو به پایین بکشن. آیا شما هم همین چنین حرف میزنید؟ دقیقا من بر این باورم که مردم ایران سزاوار و ایران سرزمین ما سزاوار بسیار بهتر از اینها هستش. ما سزاوار این چنین دولتی نیستیم که در دنیا مقام اول رو، در حقیقت خیلی ها میگن مقام دوم رو بعد از چین داره، ولی به نسبت جمعیت چین اگر حساب بکنیم مقام اول رو داره در دنیا. ما نمیتونیم زیر پرچم همچین دولتی زندگی بکنیم، خصوصا پرچم ما تنها کشوری هستیم در دنیا، من به پرچم اشاره کردم، که حروفی که روی آن نوشته شده یک حروف بیگانه است. برای ما واقعا شرم‌آوره که پرچم میهنمون حروف بیگانه ای که حروف تازی هستن بر روی اون نوشته شده باشه. پس ما نمیتونیم این خفت و خاری ها رو بپذیریم. آقای ما در رابطه با پناهندگان، بله بفرمایید، ادامه بفرمایید. در رابطه با پناهندگان من یک اونجا برای شما یک ایمیل لیستی الان توی اسکایپ فرستادم که از تمام همیهنانم خواهش میکنم، ما باید، من الان به دارم گروهی رو گردآوری میکنم بین المللی که کاری کنیم هیچ کشوری به خودش اجازه نده در سرتاسر دنیا با همیهنان من این به این صورت غیر انسانی رفتار بکنه. چرا که اونها در تمام گزارش‌های سالیانه حقوق بشری خودشون ایران رو در صدر جدول ناقض حقوق بشر حساب میکنن، به حساب میارن، ولی وقتی که به پناهندگان ما میخوان رسیدگی بکنن اینها در صدر که قرار نمیگیرن، در ته جدول قرارشون میدن و این یک بام و دو هواست، یا به قول خود انگلیسی ها دبل استانداردشون کنن. اینه که ما باید این رویه رو تغییر بدیم و تنها با مشارکت تمامی همیهنانم چه در داخل و چه در خارج باید اجازه ندیم کسانی که از اون جهنم جمهوری اسلامی خارج میشن این گونه به صورت غیر انسانی و به مرگی دیگر دچار بشن. آقای افشین عزیزیان، دبیرخانه های مختلفی در نهاد مردمی در شرف باز شدن هست که احتمالاً شما خودتون هم در جریان هستید با توجه به اینکه شما هم عضو نهاد مردمی هستید. من از شما خواهش میکنم باز با ما تماس بگیرید چون وقتمون داره تموم میشه. من یک دقیقه عذر میخوام. این ایمیل هایی رو که من برای شما فرستادم لطفاً روی صفحه تلویزیون بذارین. این ایمیل ها برای به اصطلاح وزیر هوم آفیس وزیر وزارت کشور انگلیس هستش که در رابطه با امور مهاجرت هستش. باید تمام ایرانیان از سرتاسر دنیا به این ایمیل ها و فکس ها، شماره فکسش رو هم من نوشتم، فکس بزنن، چون اینا اگر تحت فشار قرار بگیرن این بچه های ما رو مجبور خواهند شد هرچه سریعتر بهشون جواب بدن. پس خواهش دارم از تمام همیهنانم هرچه سریعتر به این ایمیل آدرس ها و به این شماره فکس که دادم تماس بگیرن برای بسیار. نجات همیهنانم. حتما این کارو میکنیم. بسیار سپاسگزارتون هستم. من با شما بدرود تا برنامه آینده که حتما فرصت دیگری رو برای شما خواهیم داشت که با هم صحبت بکنیم. من هم سپاسگزارم. به شما بدرود میگم. تشکر میکنم. هموطنان عزیز، ببینید این حکومت جبار با ملت ایران چه کرد. اما اگه قرار باشه ما بنشینیم و امیدمون فقط به سازمان عفو بین المللی و اینجور سازمان ها باشه، همون اتفاقات میفته که قبلا افتاد. ما باید دستمون رو به زانوی خودمون بگیریم، یا ایران بگوییم، بلند شیم و ایرانمون رو پس بگیریم. بعد آقای توسل صحبتی خواهیم داشت. آقای توسل رفیعی جزو تکنوکرات هایی هستند که در نهاد مردمی کارهای بسیار بسیار مهم و حساسی رو دارد. آقای منصور، آقای
توسل رو من بگیرمشون از این طرف و اجازه بدید که بعد ما مجددا رفتیم به اون طرف. اجازه بدید که من آقای توسل رو ببینم که مثل اینکه آقای افشین عزیزیان هنوز هم روی خط ما هستن و نرفتن. اجازه بدید که یک آقای منصور اگه ممکنه یک آگهی این روز شنبه رو در اسلو ببینیم. من از هموطنان عزیزم در اسلو تقاضا میکنم که روز شنبه همین هفته برای یارگیری نهاد مردمی، کسانی که تقاضا کردن که میخوان عضو نهاد مردمی بشن، آقای آرش مهدوی و دوستان دیگرمون در اسلو در محلی دور هم جمع میشن و منتظر شما میشن، کسانی که دلشون میخواد به نهاد بپیوندن. تقاضا میکنم به این آگهی توجه کنید. همایش همبستگی نهاد مردمی در نروژ. هموطنان عزیز، در این شرایط سخت و بحرانی کشور عزیزمان ایران، با هم بودن و در کنار یکدیگر در راه آزادی ایران قدم برداشتن یک امر ملی است. نهاد مردمی با یک هدف پنج اصل میتواند محلی برای فعالیت هر کدام از ما ایرانیان باشد. به این منظور روز شنبه 30 آپریل در نروژ، اسلو، انکر هتل از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در انتظار دیدار شما هستیم. باشد که با آشنایی به نهاد مردمی شما نیز همراه شوید. دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش. این فرماشون سموته فر نهاد مردمی ای نورگه شهر نوشگه ومنر دینستاته ویل وارن ستور به تیدنین فر ده ایرانسک فولک تیلو اپنو فریهت و دموکراسی ای ایران. نهاد مردمی شمپر اکتیو فر دهته. فر میر این فرماشون ام نهاد مردمی سپو www.nahademardomi.com. Du är välkommen på informationsmöte lördag den 30 april på Anker Hotel Storgata 55 0812 Oslo från klockan 12.00 till klockan 16.00. هموطنان عزیزم، امروز با یکی از شخصیت‌های نهاد مردمی صحبت می‌کنیم که در اروپا زندگی می‌کنند و میشه گفت تقریباً یا تحقیقاً از همون لحظات اولی که قرار شد نهاد پا بگیره، این شخصیت بسیار محکم و مستدام با ما بود. نمی‌دونید که ما شبانه روز با توجه به تفاوت زمان هم که داریم، این کسانی که در نهاد هستند و چه کسانی که در نهاد نیستند، چطور در ساعات مختلف با این شخصیت، این مرد ایران دوستی که تمام وجودش برای ایران و قلبش برای ایران میتپه، چجور دل در گروه ایران و هموطنانش داره. تقریبا میشه گفتش که هر موقع از شبانه روز که به این جوان زنگ بزنید، ایشون آماده برای کمک کردنه، به خصوص که بخشی از کار تکنولوژی این نهاد که با توجه به اینکه خود دکتر فروتن در این سر دنیا و در اون طرف دنیا، اگر که آقای توسل رفیعی نباشند این کار انجام پذیر نیست. این مرد جوان ایرانی، این شخصیت دوست داشتنی، آقای توسل رفیعی است. من به شما درود می‌فرستم آقای توسل رفیعی. درود بر شما جناب دکتر شغالیتی و سپاسگزارم، منو خجالت زده کردین. خیلی متشکرم از گفتارتون. ما همیشه میگیم که ایمان فروتن هم مردی است که ایمان داره به کاری که میکنه و هم آدم فروتنی است، اما توسل رفیعی شخصیتی است که واقعا هم
ایمان داره به کاری که میکنه مثل ایمان خودمون، و هم در نهایت تواضع. همیشه هر وقت هم که هر کسی هر موقعی خواب بیدارش میکنه، من جمله خود ماها، همیشه یه جوری حرف میزنه که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، حالا نصف شبشه، دو صبح، هر موقع که هست. آقای توسل رفیعی، برای ما بگید ببینیم که با توجه به این که رژیم سعی میکنه که نهاد رو از همون 7-8 روز اول هک کرد و سعی میکنه که با این لشکریان بی شاخ و دم و بی سر و بی پایی که داره با نهاد این کارهایی رو بکنه که تا حالا کرده، ولی تا حالا موفق نشده و موفق هم نخواهد شد، شما چه برنامه هایی دارید؟ جناب شوالیتی، اول همه دوباره سپاسگزاری میکنم. این وظیفه من و تمام ایرانیان هست که بتونیم با همدیگه یک سازمانی درست بکنیم، یک گروهی درست بکنیم، یک تشکیلاتی داشته باشیم که بتونیم یک کمی مؤثر باشیم در مبارزه هممیهنان برای آزادی کشور. در مورد سوال بخصوصی که کردین، من خیلی دوست دارم، من آدم خرافاتی اصلا نیستم، فقط اینو به عنوان شوخی میگم، میخوام نظر نزنیمش. حالا بیایم صحبت این رو بکنیم که چه جوری میشه این کار، ممکنه نظر بزنیم این سیستم رو. ولی تا به حال، چون خرافاتی نیستیم میگیم، تا به حال با فقط بیدار بودن، هوشیار بودن و پیاده کردن یک سیستمی که شما اسم جناب دکتر ایمان فروتن رو آوردین، بعضی وقتا که میریم در یک مواردی تحقیق میکنیم، میگیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم، میبینیم آقای ایمان فروتن حدود 6 کیلومتر از ما جلوتر اینا رو آورده و فکراشو کرده و انجام داده. واسه همین از نظر امنیتی این سیستمی که ما داریم یک سیستم امتحان شده، تست شده و کار شده است. سالها روی زحمت کشیده شده و این چیزی که الان ارائه دادیم بر طبق روال دیگر سازمان ها این نبوده که دو نفر بشینن و ببخشین به پسر خواهرشون هم بگن حالا تو هم به یه وبسایت بس ما درست کن. این کار توسط انسان های پروفشنال و با هزینه زیاد برپا شده، تست شده. خود من یکی از کسایی هستم که روزانه دارم اینو تستش میکنم، هر دقیقه دوباره نگاه میکنیم ببینیم کمبودا چیه. چیزی که خیلی مهمه امنیت، نه فقط امنیت خود سایت، حالا اونا میتونن فیلتر بکنن کسی تو ایران نتونه این سایت رو ببینه، که اون هم برایش راه حلی فرستادیم، برای دوستان وی پی ان میفرستیم که بتونن از سایت دیدن کنن. ولی از نظر امنیتی ستاپی که ما انجام دادیم به صورتیه که هیچ چیزی در دنیای کامپیوتر غیر ممکن نیست، ولی میتونم بگم بسیار بسیار سخت و تا حدی غیر ممکنه که بتونن به این سایت رو بشکنن، واردش بشن، خرابکاری توش بکنن، چون مهمترین مسئله امنیت هموندان این نهاده و کسایی که میان و مشخصات خودشون رو در نهاد میذارن. از این رو هم بسیار راه‌های دیگه‌ای هم داریم که حتی من الان به دوستان در نهاد در جمهوری اسلامی هم بگم، همینان که اگر هم بخوان این سیستم رو هک بکنن، چیز زیادی گریبانشون رو نخواهد گرفت، چون ما همه رو نذاشتیم اونجا که دوستان ببینن. منظورتون آقای توسلی اینه که چیز زیادی دستگیرشون نخواهد شد؟ دقیقاً چیز زیادی دستگیرشون نخواهد شد. ولی ملت ایران گریبانشون رو گرفته آردی و ملت ایران گریبانشون ول نمی‌کنه. من جناب شوالتی 34-35 ساله در انگلستان هستم، بعضی واژه ها رو شاید به خوبی شما نمیدونم و بلد نیستم. ولی واقعا هم خیلی خوب صحبت میکنید، هم خیلی خوب فکر میکنید و به وجود شما واقعا افتخار میکنیم. آقای توسل رفیعی، در مورد این وی پی ان ها کمی بیشتر توضیح بدین و ما در این حال دلمون میخواد که در ادامه برنامه هم شما رو داشته باشیم، بنابراین اگر احتمالا ما مجبور شدیم که برویم و برگردیم، باز هم شما رو در ادامه برنامه میخوایم داشته باشیم. خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم برای برنامه امروز و هر روز دیگه. بله. در مورد وی پی ان ها ببینید، من یک گزارش کاری دوست داشتم به خدمت دوستان و همیهنان ارائه بدم که اصلا کار گروه تکنولوژی چیه، ما چه وظایفی داریم و چه کارهایی داریم میکنیم. ولی در مورد سوال شما الان، به زودی هم برنامه خواهیم داشت با یکی دیگر از هموندان نهاد مردمی که تخصصش در امنیت و وی پی ان هستش، که ایشون به طور کلی صحبت خواهند کرد که اصلا سیستم وی پی ان پراکسی
و سیستم دیگه که الان سر زبان ها افتاده مثل تور و غیره به چه صورت کار میکنن، کدوم امتنن و غیره. ولی به کلن فعلا در ایران تا اونجا که ما شنیدیم VPN غیر قانونی نیست. یعنی حتی در ایران آدمایی هستن که VPN رو میفروشن، کما اینکه خیلی از این دوستان نخاله هم VPN های ما رو گرفتن مجانی و بعد رفتن فروختن. اونم تدابیری واسش گذاشتیم که جلوی اونو بگیریم. به هر حال VPN سیستمیه که با استفاده از آن میتونن وارد یک سروری در سرور خود نهاد در کشورهای دیگه، الان اجازه بدین اسمشون رو نبرم، هستن که این دوستان با ورود به اونا میتونن به دنیای خارج راه پیدا بکنن. در واقع این سرورهای VPN یک رابط هستن و در نتیجه اون فیلترهایی که جمهوری اسلامی روش میذاره اون فایل هایی رو که اون سایت هایی که دسترسی میخوان پیدا بش بکنن رو نمیبینه، در واقع فقط اون سایت VPN رو میبینه و این هم به صورت کاملا امن و کد شده هستش. یا حتی اگر این وسط هم جمهوری اسلامی بیاد و تو خط بزنه و ببینه اینا دارن صحبت با کی میکنن و کجا، نمیبینن که چه روابط چه اطلاعاتی رد و بدل شده. نه. پس اتفاقی که میفته اینه که کاملا امنه تا زمانی که خب فقط امنیت هم همیشه ما اینو میگیم که دوستان دقت بکنن، امنیت تا زمانی که اون کامپیوتر شما رو نیان از شما بگیرن. پس در این مواقع هم مواظب باشین، کامپیوتر خودتون رو مدام پاک بکنین، رد پای رو کامپیوتر خودتون هم نذارین. ولی در زمانی که وصل میشین به اینترنت و مأمور رژیم هم دنبالتون نیست، هیچ مشکلی ندارین از نظر امنیتی که به سایت هایی که فیلتر شدن دسترسی پیدا بکنیم. و این سرویس رو ما مجانن در اختیار تمام ایرانیان میذاریم بدون هیچ محدودیتی، ولی به این دلیلی که فعلا براتون گفتم چون دارن در ایران میفروشن ما یک ماه محدودیت روی این گذاشتیم. در این یک ماه دوستان اگر برن و در نهاد مردمی عضوشن از طریق یوزرنیمشون و پس ایمیلشون از ما ایمیل بزنن بگن ما عضو نهاد شدیم، اون سیستم رو رایگان نامحدود در اختیارشون خواهیم گذاشت. آقای توسل رفیعی، با توجه به این کاری که شما انجام دادید، میدونید که ما الان تعدادمون به 2000 و حدود 2300 نفر رسیده و این پیداست که چه استقبال زیادی از نهاد و برنامه‌های نهاد با توجه به زحمت‌های شما شده. اگر که شما اجازه بفرمایید ما و اون برنامه‌ای که قرار هست که شما توضیحی در مورد برنامه‌های تکنولوژی بدین رو در ادامه برنامه ببینیم، فعلا موقتا می‌رویم رو دوباره در خدمت شما خواهیم بود. آقای منصور، اینجا ایران است، باید سراغ سفره‌های خالی رفت، سفره‌هایی که از نگاه دخترک قالیباف شرمنده است، شرمگین از استقامت پدر کارگری که بعد از سال‌های سال کارگر بودن دستش خالی است و نگاهش خاموش گشته و سرش را به دستان پینه بسته تکیه داده تا نگاه فرزند گرسنه‌اش را نبینند. از تمامی ثروت این سرزمین و سالهای سال کارگری برای آشنای ما زخم سیاه سلفه مانده است و قلب رنجوری که به دشواری می‌تپد. دور است و نزدیک، آشنای ما همان چهره دوست داشتنی قصه های شهر خاکستری است. آشنای ما پدر و مادری است که هر بامداد در گرگ و میش کسالتبار زندگی به امید آوردن لبخند و لبان فرزندانشان از خانه خارج می شوند و در پشت دستگاه تا شب جان می کنند و در آخر جز بوی روغن سوخته ماشین کارخانه ها چیزی نصیبشان نمی شود. آری، نامش کارگر است و چون نیک به دیدگان مردمان شهر خاکستری بنگریم، به ناگاه در می‌یابیم به جز تعداد انگشت شماری که در کاخ‌ها و قصرها زندگی می‌کنند و با اتومبیل‌های گران قیمت
به این سو و آن سو می روند، بقیه مردمان این شهر به نوعی کارگر هستند و آشنای ما. آشنای ما دخترک قالیبافی است که نور دیدگانش در نقش های قالی پامال رقص شیطانی حاکمانی گشته است که روزی با وعده تقسیم نفت آمدند و چون آمدند نان را هم از سفره های این مردم رو بودند. روی ای شهر و این سرزمین سیاه قربت مظلومانه مردمانیست که چوب استبداد و استعمار مستبدان کمرشان را شکسته است. کارگران سرزمینمان جوانیشان را همراه با حقوق تباه شدهشان سوخته یافتند، همانها که سالهای سال دروغ و نیرنگ حاکمیت را به امید فردایی بهتر تحمل کرده بودند. امروزه کار به استخوانشان رسیده است. زخمی که به استخوان رسیده سر باز می کند وقتی نگاه در نگاه پدری ذوق می شود که در بهشت زهرا به دنبال قبر ارزانی می گردد تا جنازه فرزندش را به آغوش خاک بسپارد. فرزندی که در نبود آینده و در خفقان شهر سیاه به زندگی خیش خاتمه داده است. آیا حاکمیت صدای این بخش عظیم جامعه ایران را می شنود؟ آیا صدای زجای مادری را می شنود که با دست خالی و نان کارگری فرزندش را بزرگ کرد و به دانشگاه فرستاد و اینک می بایست جگرگوشه اش را در کنج زندان بیابد؟ استبداد کر است و کور و مستبدان همیشه تاریخ این گونه بودند. استبداد حاکم بر سرزمینمان که عبای خونین ولایت فقیه چهره کریهش را به خوبی نشان می دهد، همانند تمام مستبدین تاریخ نمی خواهد صدای رسای ملت را بشنود. جنبش کارگری و جنبش دانشجویی دو بال پرندهی هستند که با وجود سرکوب گسترده در طی سالها همچنان در بطن جامعه مشاهده می شوند. استبداد و دیکتاتوری همیشه سعی داشته با استثمار و کنترل موز بگیران به کارگران از به وجود آمدن یک جنبش بزرگ اجتماعی جلوگیری کند. اگر امروز بهار هدایت به مجید توکلی اسطوره های جنبش دانشجویی نوین ایران هستند، به جرأت میتوان گفت که منصور اسانلو را میتوان نماد جنبش کارگری ایران مطرح کرد. باید به منصور اسانلو افتخار کرد که ساکت نماند و در برابر ظالمان زبان اعتراض گشود تا کارگران ایرانی که با شرف و آزادگی برای یک زندگی سالم تلاش می کنند جای افتخار دارند. اما کارگری که نام سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه را زنده کرد، شرف و غیرت کارگر ایرانی را هم روح دوباره بخشید. سبزی استقامت ستاره ها نوید بخش بهاری است که قلب های من سال هاست به عشقش تپیدند. خنجر ضحاک اگرچه به استخوان های من رسیده است، اما باید این درد را از اعماق دل فریاد کرد. باید همه با هم باشیم. امروز روز جهانی کارگر متعلق به همه آزادی خواهانی است که فرصت دوباره سر شدن را می خواهند. باید فریاد برآوریم که سهم این ملت باید به مردم این سرزمین داده شود و خون کارگران فلسطینی و کودکان امریکای لاتین از خون کارگر ایرانی و فرزندش رنگین تر نیست. اعتراض به شرایط سخت و اعتصابات جز حقوق شهروندی است و حاکمیت باید با آن تن دهد. باور ما میهنی است که به آزادی و دموکراسی خواهد رسید. باور ما باید سرزمین سبزی باشد که مردمش دیگر اجازه نخواهند داد دیکتاتوری و استبداد در جامعه شکل بگیرد و کارگران به عنوان نیروی عظیم اجتماعی دستمالی ریاکاران و دزدان قرار نگیرند. دیکتاتور به پایان سلام خواهد کرد اگر همه با هم باشیم.
به فردای بدون دیکتاتور سرزمین سبزی خواهیم داشت که آیندگان بدانند مردمی داریم که تا پای جان برای احقاق حقوق شهروندی دیگر مبارزه کردند. باید فریاد کرد، باید بر این بیداد خروشی بهانه با هم بودن دوباره فرا رسیده است. اردی بهشتی که باید آغاز دوباره‌ای باشد برای تحقق بهشت رویاهای ما. دور است و نزدیک، دیر هست اما زود باید هم پیمان شد. 11 اردیبهشت شاید دوباره سبز شویم و این بار نگاه مظلومانه میلیون ها کارگر ایرانی را همراه با آنها فریاد. هموطنان عزیزم، به شما مجددا درود میفرستم و صدای ستاره رو شنیدید. صدای ستاره هایی که در آسمان ایران و در آسمان جهان آزادی رو فریاد میزنند. تا چند لحظه دیگر صدای یک ستاره دیگر رو خواهیم شنید. ستاره‌ای به نام فائزه که نهاد مردمی در جستجوی این ستاره هاست. این ستاره ها رو که به نهاد مردمی پیوستند هر روز دارن شکوفاتر میشن و دارن نشون میدن که وقتی صحبت میکنن با قلب و جانشون صحبت میکنن، جانشون رو با ایران، با آزادی و با مبارزه با استبداد گره زدن. خانم فائزه درود بر شما، صدای من رو میشنوید؟ امروز فائزه عزیز برای ما اخباری رو تهیه کردن، مجموعه‌ای رو تهیه کردن که من فکر می‌کنم بینندگان عزیز بسیار شنیدنی است. فائزه خانم نه فقط در کارشون اول به عنوان یک آماتور شروع کردن، ولی امروز خیلی پروفشنال عمل می‌کنن. می‌شنویم برنامه‌ای رو که شما تهیه کردید. خانم فائزه بفرمایید. خواهش می‌کنم. با درود مجدد به شما آقای دکتر شاه ولایتی عزیز و همکنان عزیزم در درون و بیرون مرز و بینندگان نهاد مردمی در تلویزیون اندیشه. امشب یکی دیگه از گزارش های مهم هفته رو که احتمالاً شما حتما خودتونم شد تمام هفته در مورد اون صحبت شده بوده باز میکنم که امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیرد. خبر در مورد افشای گزارش ویژه وزیر اطلاعات به خامنه‌ای و نقش اون در افزایش بحران‌های درون حکومته. این خبر اختصاصی از طرف خبرنگاران سبز و کارشناسان ایران سبز در رابطه با مسائل اخیر در عرصه سیاست داخلی حکومت ایران که منجر به رو در روی آشکار علی خامنه‌ای با احمدی نژاد شده و از اختلاف‌های شدید و عمیق درونی نظام صحبت می‌کنه. کارشناسان ایران سبز موفق شدن اطلاعات تازه‌ای رو از همون ابتدا، یعنی در عرض همین یک هفته، از پشت پرده به دست بیارن و اون رو انتشار بدن. در این گزارش دو نکته مهم مورد تأکید قرار گرفته. اول اینکه انتشار این گزارش به معنای عدم اطلاع قبلی رهبر حکومت اسلامی از فساد سیاسی و اقتصادی و ویرانگر و مخرب اطرافیانش نیست، کما اینکه خود ایشون به وضوح نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی رو تشویق به فعالیت‌های اقتصادی خارج از قانون کرده. از این حیث انتشار این گزارش نشونگر وحشت وزارت اطلاعات از فهمیدن و فراگیری جنبش سبز و رفع مسئولیت از خودش و گذاشتن تمام مسئولیت و مشکلات فعلی به گردن رهبر حکومت. نکته دیگه اینه که این گزارش که حاوی بخش‌هایی از آخرین نامه وزیر اطلاعات و علی خامنه‌ای هست نشون میده که رقابت‌های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در به دست آوردن امتیازات اقتصادی در داخل و خارج از کشور
اونها رو به شدت علیه یکدیگر شورونده و در مقابل هم قرار داد. درآمدهای نفت و گاز کشور که عموماً نصیب سپاه می شده و سهم نیروهای اطلاعاتی که به جاش از این درآمدها کم شده، جنگ اطلاعاتی و امنیتی رو بین این گروه یکتاز عرصه اقتصاد و سیاست ایران در حد چشمگیری زیاد کرد. به گزارش کارشناسان ایران سبز، ماه گذشته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات گزارش مفصلی از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی دولت احمدی نژاد و فرقه نزدیک به اون رو که به تازگی از باند مسلط و دفتر علی خامنه‌ای فاصله گرفتن به رهبر حکومت دزدان ارائه داده. این گزارش حاوی موارد متعددی از تخلفات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی بوده که در گزارش ایران سبز اومده. یک، بعد از انتقاد بعضی از روحانیون سرشناس قم از رفتارهای احمدی نژاد و ابراز مخالفت با سیاست‌های دولت اون، طرفداران احمدی نژاد از طریق حفاظت اطلاعات سپاه فشار زیادی رو به علمای مخالف دولت وارد کردند و علاوه بر گذاشتن میکروفون یا همون شنود در کلاس‌های درس و دفاتر اونها به هر شکل ممکن سعی در وارد کردن اونها به همدستی با دولت و خودشون در تایید کارهای اونها داشتن که به خاطر پافشاری زیاد این رفتارها دو نفر از علمای قم به صراحت و وضوح تهدید کردند که اگر مزاحمت‌های هواداران دولت یعنی احمدی نژاد از طرف آیت الله خامنه ای کنترل نشه، اونها به تکلیف خودشون عمل خواهند کرد و دولت رو سر جای خودشون خواهند نشوند. همین مسئله باعث شد که با تصمیم مقام‌های سپاه یگان ویژه تعدادی در قم مستقر بشن و آماده سرکوب به هر گونه پیشبینی نشد و اعتراض‌های شدیدتر اونها شده و خواستار رسیدگی سریع به موضوع شدن. دو، بعد از تصمیم ناگهانی دفتر رهبری برای واریز شدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی به حساب ویژه‌ای زیر نظر هیئتی سه نفره به ریاست مجتبی خامنه‌ای، احمدی نژاد در اولین جلسه دولت بعد از این تصمیم به شدت آقای خامنه‌ای و اطرافیانش رو مورد حمله قرار میده و این عمل رو توهین آمیز و محدود کردن دسترسی دولت به درآمدهای نفتی میدونه و از عباراتی مثل نادون و احمق و بازیچه در مورد رهبر و اطرافیانش استفاده میکنه. سه، احمدی نژاد هم صبر نمیکنه و فهرست اسامی 45 نفر از ماموران ارشد وزارت اطلاعات رو به حیدر مصلحی میده و خواستار برکناری یا بازنشستگی قبل از موعد تعدادی از اونها در اسرع وقت میشه. احمدی نژاد بلا فاصله بعد از این درخواست اعلام کرده بود که طی بررسی هایی که از طرف حفاظت اطلاعات سپاه شده، این افراد وفاداری لازم به دولت رو نشون ندادن و باید با تعداد افرادی که به زودی خودش معرفی میکنه جایگزین بشن. حیدر مصلحی هم در گزارشش با آقای خامنه‌ای میگه قبول کردن این درخواست ضرر بزرگ و جدی به بدن وزارت اطلاعات و خارج شدن مدارک و اطلاعات بسیار امنیتی از درون این وزارتخانه خواهد شد. چهار، در گزارش مصلحی نوشته شد اون تعداد افراد جدیدی رو که آقای احمدی نژاد به دفتر حفاظت اطلاعات فرستاده بود مقداری میکروفون این وزارتخانه کار گذاشته بودند که کشف شده که به صورت غیر قانونی اطلاعات رو ثبت میکردن و در این گزارش تاکید شده که همینطور شنودهای غیر قانونی با اطلاع آقای احمدی نژاد اما بدون اطلاع وزارت اطلاعات در دفتر رهبری خامنه‌ای کار گذاشته شد. میتونید مجسم کنید که چجوری شده که این اختلافات به وجود اومده. یکی از معاونای حیدر مصلحی این گزارش رو به آقای احمدی نژاد لو میده و از همینجا
بحران درونی حکومت بیش از پیش آشکار میشه. 5. در بهمن ماه گذشته گروهی از نیروهای امنیتی نزدیک به احمدی نژاد تحت عنوان شورای تجاری به دبی سفر کردند و ضمن نزدیک شدن به شورای بازرگانی ایرانیان دبی و اعلام این مسئله که قصد باز کردن دفتر مخصوص فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با 2 نفر از مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکایی در امارات هم ملاقات کردند. وزارت اطلاعات با اعلام خطر ویژه در این گزارش، خامنه‌ای را از عواقب نهایی این جور کارها به شدت می‌ترسوند. 6. وزارت صنایع در یک گزارش محرمانه که به مجلس میده و اعلام رسمی به وزارت اطلاعات رسما اعلام میکنه که از توجیه قراردادهای نفتی و صنعتی بین ایران و چین و ایران و مالزی عاجز و نسبت به مفاد اونها هیچ گونه اطلاعی هم نداره و به این ترتیب وزارت صنایع هم نقش خودش رو در این نوع فعالیت ها صفر اعلام میکنه و به خاطر همین هم در جلسه هیئت دولت و بعد از افشای این گزارش، احمدی نژاد با کنایه به وزیر صنایع اعلام میکنه که به همین دلیله که قصد برچیدن و انحلال وزارت صنایع رو داریم. منظورش این بوده که شما بی‌عرضه است. 7. در هفته اول اسفند ماه گذشته وزارت نفت طی گزارشی محرمانه به کمیسیون انرژی مجلس اعلام میکنه از میزان صادرات سوخت از طریق لوله دهم سراسری کاملا بی اطلاعه و هیچ مسئولیتی رو در قبال اون نمیپذیره، چرا که این لوله گاز زیر نظر این وزارتخونه نیست و درآمدهای اون هم به کشور داده نمیشه. شما میتونید مجسم کنید که چه بخور بخوریه و چه دزدی های کلانی میشه که این فقط یک رقم از این موارد است. در این گزارش همینطور اومده که از طریق خط لوله زیر دریایی کیش که با مشارکت سپاه پاسداران و چینی ها در گزارش نوشته شده بدون اطلاع مسئول احداث شده و مقادیر زیادی سوخت صادر میشه که سالانه بیشتر از 3 میلیارد دلار اختلاف حساب در درآمدهای نفتی ایجاد میکنه که وزارت نفت مسئولیت جوابگویی به اون رو از خودش ساقط کرده و میگه وزارت اطلاعات علاوه بر گزارش این خبر اضافه میکنه که در خطوط لوله 600 کیلومتری اهواز دهگلان توسط سپاه پاسداران اختلاس 500 میلیون دلاری صورت گرفته که ردیابی ها نشون میده این مبلغ به 2 حساب شخصی در مالزی واریز شده. همینطور در احداث خط لوله نکا و جاس هم 2.06 میلیارد دلار اختلاس شده که این مبالغ در حساب‌های مشترک شخصی چند نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در شانگهای چین ردیابی شده. 8. گزارش رسمی شکایت وزیر نفت از رحیم صفوی به دلیل ارائه هر گونه گزارش از فعالیت‌های نفتی قرارگاه خاتم الانبیا از اول تا حالا ظاهراً بر اساس توافق‌های قبلی مقرر بوده که سردار صفوی رابطه فعالیت‌های نفتی قرارگاه خاتم با وزارت نفت باشه. با عرض معذرت من یکم آب می‌خورم. شما خانم فائزه خانم، اولا که یه مقداری استراحت به خودتون بدید، با توجه به این اخباری رو که شما تهیه کردید حقیقتا سورساتون باید خیلی خیلی عمیق و دقیق عمل کرده باشن. من نشنیدم در هیچ جایی این چنین دقیق به این مسائل نگاه کرده باشن. واقعا سپاسگزارتون هستم. بفرمایید، خواهش میکنم. دو، شکایت حمید کاتروزیان در جلسه محرمانه کمیسیون انرژی مجلس درباره غیر شفاف بودن تمامی پروژه‌هایی که احمدی نژاد با دستور مستقیم به سپاه واگذار کرده. به عنوان مثال
فقط هزینه ارزی در یکی از این پروژه ها 6,700,000,000 دلار بوده. 10. گزارش دخالت های غیر موجه فرماندهان و سرداران سپاه در همه قراردادهای نفتی یا باطل کردن قراردادهای امضا شده و واگذاری مجدد اون به دیگرانه. واقعا آدم شاخ در میاره. در این گزارش اسامی افرادی مثل محمد حجازی و ناصر حسینی دیده میشه. 11. انعقاد قراردادهای جدید نفتی با چینی ها که بخشی از اون حدود 58 میلیارد دلار بدون مجوز قانونی و بدون ارائه جزئیات به مجلس بوده. سرنوشت این درآمدها به درستی معلوم نیست و دست کم 14 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمد این قراردادها به کشور برنگشت. اون وقت آقای حسینی در برنامه پارازیت از آقای رضا پهلوی سوال میکنن که پولی که آقای محمد رضا شاه پهلوی از ایران خارج کرده بوده چقدر بوده؟ ایشون جواب دادن 69 میلیارد میلیون دلار که اگر بخوایم حساب بکنیم در مدت 37 سال سلطنتی که ایشون کردن و حقوقی که باید دریافت میکردن چقدر بوده. حالا میتونید حساب بکنید این مبالغی که الان وجود داره و این چنین اینها میخورن رو بدون اینکه حساب کتابی پس بدن کجا رفته. امیدوارم که ملت ایران این حساب کتاب رو بگیرن. به هر صورت من میخوام بدونم که ملت الان چجوری میخوان برداشت بکنن از این مسائلی که دارم میگم و از این به اصطلاح پولهایی که زده شده از ملت ایران. 12. طی ماهای گذشته 42 نفر از فرماندهان سپاه و بسیج با حفظ سمت و مزایای مشاغل قبلیشون به دفاتر ویژه ریاست جمهوری منتقل شدن که ماهانه بین 5 تا 15 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن. 13. با جنگی که بین احمدی نژاد و مجتبی خامنه‌ای و بیت رهبری ایجاد شده، به دستور احمدی نژاد کم کردن شهریه دولتی 220 نفر از طلاب ساکن قم که از طرفداران مجتبی خامنه‌ای هستند و حدود 80 نفر از اونها طلبه های درس مجتبی خامنه‌ای محسوب میشن، دریافتی هر کدوم از این افراد به 900 هزار تومان میرسه که اخیراً آقای احمدی نژاد به خاطر جنگشون با آقای خامنه‌ای به 600 هزار تومان کاهش دادن و این در پی بالا گرفتن تنش بین مجتبی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد و یارکشی اونها در بین نیروهای سیاسی و نظامی و امنیتی صورت گرفته که جدیداً باز هم وقوع این گونه رویدادها و برخوردها بیشتر شده. 14. طی ماه‌های اخیر 17 قرارداد عمرانی در مناطق مختلف کشور به چینی‌ها واگذار شده که مجموع هزینه ارزی اونها بیشتر از 14 میلیارد دلاره. در گزارش وزیر اطلاعات تأکید شده که همه این قراردادها بدون داشتن مجوز و اعلام قبلی به مجلس یا وزارتخانه‌های مربوطه امضا شده و چینی‌ها طرف قرارداد قرارگاه خاتم الانبیا هستند. به گزارش کارشناسان ایران سبز، ارائه این نامه از طرف وزیر اطلاعات به آیت الله خامنه‌ای حتی به طور موقت اون رو از خطر حذف از دولت نجات داده و زمینه رو برای تنش‌های شدیدتر درون حاکمیت فراهم کرده که به زودی بازتاب اون رو در سایر نهادهای حکومتی باز هم شاهد خواهیم بود. بینندگان عزیز، این بود گزارش این هفته. با سپاس از شما آقای دکتر شاه ولایتی و با سپاس از وقتی که به من دادید و همینطور از آقای منصور عزیز در اتاق فرمان که متصدی صدا و تصویر هستند، با آرزوی هفته ای خوش و پیروزی نهایی پاینده ایران و ایرانی. ما از شما سپاسگزار هستیم. به خانم فائزه خانم، چقدر گزارش شما دقیق و چقدر مستدل هست. حقیقتاً حکومتی که ببینید سازمان برنامه و بودجه رو که منحل کردن،
وزارت دارایی هم که دیگه کاری از دستش بر نمیاد. بنابراین یه مامان پاپا بزنس درست کردن و هر کدومشون دستشون تو این کیسه است، هر کی بیشتر برداره به نفعش. و حالا ملت ایران هم که اون کنار باید گشنه و تشنه همینطور بدون به دنبال حقوقشون، اما این ملت ساکت نخواهد نشست و این قضیه دوام پیدا نخواهد کرد، چون اینا سر این چی میگن، سر این لحاف مال نصرالدین دعا چی میگن دعوا خواهد بود، ولی مطمئنن ملت برنده خواهد شد. وقتی ما در این ملت شخصیت‌های مثل شماها رو داریم، زنان و مردان غیوری مثل شماها، مثل کیارش، مثل مرتضی و مثل میلیون‌ها نفر ایرانی که برای برکندن استبداد دارن تلاش میکنن، نگرانی نخواهد بود. همونجور که ستاره جان گفت، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. بسیار سپاسگزارتون هستم خانم فائزه عزیز، تا برنامه آینده با شما بدرود. خب هموطنان عزیز، براتون خوندم که گفت چه کنم با نوه‌ام، اما مطلب دیگری رو از همین نویسنده عزیز خواهیم داشت که برای من مطلبشون رو فرستاده بودن و بله که میگوید شورشی در راه است. اما قبل از اینکه من این مطلب رو بخونم، اجازه بدید که یک یادی بکنیم از منوچهر سخایی، این خواننده عزیزی که از میان ما رفت ولی یادش همیشه در یادها و خاطره ها خواهد ماند. من خودم شخصا خاطره از ایشون دارم که در تلویزیون پارس برنامه‌ای بود که خانم من در اونجا اجرا می‌کردن و آقای منوچهر سخایی هم با آقای پارسا آمدن و بعد یه نفر تلفن کرد از یزد به برنامه خانم زیبا شاه ولایتی و از ایشون گفتن که آقای سخایی هم اینجا هستن، گفتن گوشی رو بدین به آقای سخایی، من میخوام باشون صحبت بکنم. آقای سخایی گوشی رو گرفتن، آقای منوچهر سخایی، و اون مرد یزدی درخواست یه آهنگی رو کرد که ازش خاطره داشت. در این گوشه استودیو منوچهر سخایی در نهایت تواضع وایساد و در حالی که برنامه دیگری اجرا میشد، برای اون مرد یزدی و اون خاطره ای رو که از اون آهنگ داشت، اون آهنگ رو براش خوند و من شاهد این قضیه بودم. و چقدر صمیمانه و چقدر عزیز و دوست داشتنی، یادش رو گرامی می‌داریم، یاد این شخصیتی که در بین هنرمندان ایرانی جایگاه خاصی داشت، در بین مبارزانی از جامعه هنرمندان جای خاصی داشت و همیشه در دل ما خواهد بود. یادش گرامی باد و برای خانواده‌شون صبر و شکیبایی آرزو می‌کنیم. میشنویم یکی از آهنگای منوچهر سخایی عزیز رو و برمیگردیم با آقای توسل رفیعی خواهیم بود. هزارم گل در اومد، هزار پایی سر اومد، دلم دریای خون شد، خبر از تو نیومد. است جوانیم سرو جوانی رفت و پیری از درو، میترسم بی تو من تنها خدایا چقدر سخت جدایی،
میترسم بمیرم تو نیای. یاد هنرمندانمون رو گرامی بداریم، عزیز بداریم خاطرشون رو، و یاد هنرمندان و گرامی بداریم هنرمندانمون رو که زنده هستن و قدرشون رو بدونیم. با یک تکنوکرات دوست داشتنی در نهاد مردمی، آقای توسل رفیعی صحبت میکنیم. درود بر شما آقای توسل رفیعی، و خسته نباشید حقیقتاً با کارهایی که در نهاد انجام میدید. وی پی ان هاتون که تقریبا در سراسر دنیا به خصوص در ایران حتی توسط یه عده سودجو داره خرید و فروش هم میشه، ولی دست شما درد نکنه به خاطر این کارهای بسیار قشنگ و دوست داشتنی که میکنید، و واقعا از این دانشتون در جهت براندازی استبداد و ریشه کن کردن استبداد و نهادینه کردن آزادی چه قدمهای مؤثری برمیدارید. جناب رفیعی بفرمایید ببینیم که قرار بود شما یک گزارشی در زمینه تکنولوژی بفرمایید برای کسانی که در نهاد مردمی هستند و یا کسانی که هنوز به نهاد مردمی نپیوستند، برای ملت ایران چه توضیحی دارید در این زمینه بفرمایید. سپاسگزارم جناب شاه ولایتی. اول از همه که امیدوارم وی پی ان های ما فقط در داخل ایران پخش بشه، چون این سرویسی که ما به همیهنان داخل کشور فقط میدیم و خواهش میکنیم کسایی که خارج هستن در کشورهای آزاد برای ما درخواست وی پی ان نفرستن، چون این سرویس برای کشور، اگه در کشورهای دربسته هستن مطمئنا در خدمتشون خواهیم بود. در مورد گزارشی که گفتی، من اجازه بدین خیلی سریع یک توضیحاتی بدم. خواهش میکنم. اصلا درباره این ما امیدوارم به زودی با گروه تلویزیون هم همکاری بکنیم، یک سری برنامه های رو بیاریم توضیحات بدیم در مورد اساس و کار نهاد و وابستگی اون به تکنولوژی و غیره. من خیلی سریع اینجا توضیح بدم اینه که اصولا پایه نهاد از اول که گذاشته شد به این صورت بود که جناب دکتر ایمان فروتن که تحقیقاتشون رو کردن به این نتیجه رسیدن که مشکلاتی که ما تا حالا داشتیم این مسئله همبستگی و هماهنگی کردن و اتحاد بین گروه ها بوده که نتونستیم به اون صورتی که دوست داریم کشورمون رو آزاد کنیم. یکی از این ابزاری که باعث اتحاد و همبستگی میشه همین ابزار تکنولوژیه. یک فرومی باشه، یک جایی باشه که همه بتونن بیان درش باشن، فرا حزبی، فرا عقیدتی، فرا سیاسی، فرا دینی، صد در صد، و اینا بتونن بیان با همدیگه گفتگو بکنن، نظراتشونو بدن و متحد برن جلو. همچنین بتونیم خودمون رو به جهانیان به عنوان یک عنصر متحد نشون بدیم که بتونیم مثمر ثمر باشیم، یعنی حرفمون قوی تر باشه. استفاده از تکنولوژی در دنیای امروز یکی از ابزار بسیار مؤثر و قوی هستش که دیگه همه دارن استفاده میکنن. تو آمریکا هم رئیس جمهور دیگه نمیاد تو تلویزیون و رادیو حرف بزنه، کاراش از طریق اینترنت انجام میده. درسته. این دیگه همه استفاده میکنن. ایران هم خوشبختانه این تکنولوژی رسیده و بسیاری با اینکه فیلتر میشه استفاده میکنن. پس پایه نهاد و یعنی پایه ابزاری نهاد بر روی تکنولوژی و اینترنت و کامپیوتر گذاشته شده. حالا در کنار این ابزار دیگه ای هم خواهیم آورد و آورده شده، مانند تلفن، فکس و غیره و تلویزیون که الان خود شما دارین اجرا میکنید. با اینکه به نظر میاد تلویزیون یک تکنولوژی هستش، ولی خب ابزار یکم قدیمی تر. گروه دبیرخانه تکنولوژی در نهاد مردمی مسئولیتش کلن سالم نگه داشتن این ابزار و سرویس دادن به تمام گروه ها و تشکیلات نهاد مردمی برای استفاده از این ابزاره. در نتیجه میشه گفتش که ما سرایدار این
خونه هستیم اگه دوست داشته باشی. نمیدونم دوباره ببخشید واژه بندیم شاید اشتباه باشه، ولی ما اینجا دربون هستیم، یا دربون، دربون واژه بدیه، ما همون سرایدار هستیم، خدمتکار این نهاد هستیم، فکر کنم بهتر باشه که به دوستان هر نیازی رو که دارن، هر سرویسی که احتیاج دارن، چه گروه سیاسی باشن، چه گروه خبری باشن، چه هر چیز، مانند مثلا الان داریم گروه بانوان زنان که اصلا ربطی به تکنولوژی نداره، ما سرویس دهنده اینا هستیم، خدمتگزار هست، خدمتگزار هست. بله بله، سپاسگزارم، عرض کردم که بله. شما منو تصدیق کنید. پروژه های زیادی در دست داریم، بعضی از کارهایی که گروه تکنولوژی داره انجام میده، یعنی بیشتر کارهایی که گروه تکنولوژی انجام میده، اجازه بدیم بگم، در پشت صحنه هستش. بله. و ما به اون صورت نیستش که ما بیاییم و شروع کنیم توضیح دادن، بگیم مثلا فلان روز ما تظاهرات گذاشتیم، نامه نگاری کردیم با گروه ها، یا یک همایشی گذاشتیم. کار گروه تکنولوژی اینه که به اونهایی که این کارا رو میکنن خدمت بکنن، سرویس بدن. در نتیجه بعضی از پروژه هایی که ما در دست داریم ممکنه اثرش آنن نباشه، ولی برای بهبود نهاد و میتونم بگم روغنکاری این چرخهای داخل نهاد هست. نه. که این چرخها به صورت خیلی سموت، خیلی راحت در کنار هم بچرخن و هماهنگ، دقیقا هماهنگ باشن. سپاسگزارم. مثلا یکی از پروژه هایی که ما الان در دست داریم فرستادن گزارش کاری در گروه ها هستش. ده. که تمام گروه ها میتونن، افرادی که فعالیت دارن، داوطلب هستن، بتونن تمام کاراشونو بنویسن، بعد این به هیئت امنا و در نهایت به مردم. این قانون و این طبقه بندی، این هایراکین برای ما خیلی مهمه. ده. و باید کاملا حفظ بشه. به شخص خودم، من عقیده زیادی دارم به اینکه طبقه بندی و کار از طرف کانال درست انجام بشه. من خیلی به این عقیده دارم و پایبند هستم که سیستم برای باشه. سیستم دقیقاً. هر جای سیستم ما بخوایم برگردیم بگیم حالا این اشکال نداره، این کار رو یه جور دیگه انجام میدیم، همونجا مشکل ما شروع میشه. دقیقاً همینطوره. بله. و اگر ما به این سیستم پایبند باشیم، حتی اگر سیستم به نظر ما بد هست، باید بیایم از طریق کانال قانونیش وارد بشیم و بگیم چرا بده و راه بهتر بیاریم. تصحیحش. دقیقاً. از طریق قانونیش. بله. نه طریق اینی که خودمون دوست داریم اینو عوض بکنیم پس عوضش میکنیم. بله بله. حالا یکی از کارهایی که داریم میکنیم در همین راستا برای گزارش کاری گروه ها، که این بعد میره پیش هیئت امنا، گروه اجرایی، مردم در نهایت که در نهاد عضو هستن، اینها این گزارش ها رو میبینن و دقیقاً میدونن که چه کاری داره پیش میره و چه کارهایی داره انجام میشه و چه ساعتهایی و چه خرچهایی داره در این سازمان صرف میشه. نه. و اینم یکی از قوانین شفافیت در نهاد هست که همگان بدونن چه کار داره انجام میشه. یکی دیگه از پروژه ها، پروژه پستخونه هستش که بتونیم هم از خارج از نهاد و هم در داخل نهاد تماسایی که برقرار میشه از طریق کانال درستش بره، چون بعضی وقتا مثلا همین وی پی انی که شما گفتید، مردم ایمیلایی که میفرستن رفتی به وی پی ان نداره، ولی میفرستن واسه وی پی ان. اینها رو از طریق این پستخونه ما راهنمایی بکنیم، همچنین جوابگو باشیم. یعنی وقتی کسی درخواستی میفرسته اونجا درج میشه و ما میتونیم جواب اون شخص رو در زمان معینی داده باشیم و اگر رسیدگی نمیشه اون گروه جوابگو خواهند بود که چرا انجام نشده. پس پوزش میخوام، پس این انجام وظیفه شفافیت و در پشت این همچه که قبلا گفتیم امنیت، یکی از اصول پایه‌ای گروه تکنولوژی هستش. همچنین داریم گزارش کاریمو ببخشید، خیلی دارم سریع براتون میگم. کارهای دیگه که داریم میکنیم، چند تا برنامه آموزشی داریم درست میکنیم که امیدوارم به زودی در تلویزیون به نمایش بذاریم، همچنین در سایت بذاریم. طرز استفاده از اینترنت، طرز استفاده از وبسایت نهاد مردمی و مسائل امنیتی و غیره، تمام اینا رو هم به صورت برنامه‌های آموزشی دونه دونه میدیم بیرون. برنامه‌های تبلیغاتی داریم درست میکنیم برای گروه‌های دیگه.
گروه ها رو داریم تشکیلاتشون رو درست میکنیم، با کمک یکی از دیگه از دوستان به نام جنبش داریم یک پایه‌گذاری میکنیم در مورد ارگانیزیشن و چارت، ببخشید فارسیشو نمیدونم جناب شوالت، شما خودتون کمک کنید، ارگ چارت نهاد مردمی، که اینم بتونیم بیاریم دوباره در تلویزیون توضیح بدیم و گزارش داده باشیم که همه بدونن هر گروهی در کجا وایساده، چجور کار میکنه و رابطهش با همدیگه به چه صورت هستش. وی پی ان رو که براتون گفتم، به اضافه در سایت هم به زودی پروژه دیگه هم در سایت یک میز خدماتی خواهیم آورد که اونم الان در دست تدوین هستش با دوستان گروه تکنولوژی. میز خدماتی میاریم که دوستان بتونن هم زنده با یه نفر صحبت بکنن در انگام مشکلات، و همین که دانلود هایی که میخوان بکنن، تصاویر، فایل ها و غیره رو بتونن مستقیم دانلود کنن برای سایت خودشون یا کامپیوتر خودشون. یک مسئله خیلی مهم هم میخواستم بگم که اینو باید من از اول میگفتم، نهاد شما خیلی لطف کردیم به من، از من یاد بردیم، این اصلا ببخشین دکتر شوالیتی اصلا درست نیست. در گروه تکنولوژی ما 15 نفر هستیم، هممون من میدونم داریم واقعا شبانه روز کار میکنیم. آرش مهدوی که 100% جناب مبارز که در اتاقای پلتاکوی هستن، ایشون هم عضو گروه تکنولوژی هستن، خانم پوراندو، خانم سومه، خانم فائزه که الان اخبار رو گفتن، دوستی داریم در استرالیا به اسم SOS 27 عضو جنبش ایران فردا بودن، بسیار زحمت میکشن، آقای فرهاد تالشی در انگلستان هستن که مسئول قسمت امنیتی هستن، زحمت میکشن، آقای میلاد، جناب آقای زالزاده رو فراموش نکنم که بسیار بسیارشون زحمت کش و میهن پرست هستن. اگر از قلم انداختم اسمی رو، من الان پوزش میخوام، ولی همه دارن زحمت میکشن و من دارم میبینم همه دارن واقعا 24 ساعته. آقای SOS 27 من 5 صبح اونا در استرالیا میشینم باش صحبت میکنم، فقط من نیستم که 24 ساعت کار میکنم، همه هستن. بله من گفتم شما انسان خیلی متواضعی هستید، ولی در این حال این گروه همکاران که در سراسر دنیا هستند و به طور کلی در هر دبیرخانه‌ای که باز میشه، که شما چقدر زحمت میکشید برای باز کردن این دبیرخانه ها و برای راه انداختن هر کدوم از این چرخ ها به عنوان یک چرخ نهاد، مطمئناً کار یک نفر نیست و این کار دست جمعی است که داره انجام میشه. به امید اینکه در روزهای آینده این فرصت رو داشته باشیم که با بقیه افراد گروه تکنولوژی هم صحبتی داشته باشیم. اگر که شما مطلب دیگری دارید در 30 ثانیه بفرمایید که باید. سپاسگزارم از جناب دکتر شاهاتی و منصور عزیز برای همکاریتون. فراموش کردم بگم که اخبار داخلی نهاد هم الان توسط تکنولوژی گروه تکنولوژی انجام میشه، جناب جنبش دارن زحمت های اون رو میکشن و امیدوارم وقتی داشته باشیم در آینده با آقای فرهاد تالشی در یک برنامه کلی داشته باشیم در مورد امنیت، وی پی ان و پراکسی که صحبتش شد. خیلی سپاسگزارتون هستم آقای توسل. در زمینه آموزش به خصوص اون بخشی که کارهای آموزشی میکنین خیلی خیلی مهمه، برای اینکه ما یک بخشی از جامعهمون هنوز آمادگی نداشتن تا حالا و باید آمادهشون کنیم برای استفاده از این تکنولوژی، چون خیلی خیلی ما کار داریم با این تکنولوژی، بنابراین باید آموزش انجام بشه. از لطف شما سپاسگزار هستم و به امید دیدارتون در برنامه های آینده. با سپاس و بدرود. بدرود با شما. هموطنان عزیز، نهاد مردمی با یک هدف و 5 اصل، یک هدف مشخص و 5 اصل معین و روشن. غلطگیری شده از تمام اونچه که اپوزیسیون در تمام 32 سال گذشته کرد. اونچه که کرد اپوزیسیون و اشتباه بود و به نتیجه نرسید، و اونچه که میبایست میکرد و به دلیل انجام نشدنش به نتیجه نرسید. با توجه به زحمتهایی که اپوزیسیون در تمام این سالها کشیدن و با احترامی که برای تمام شخصیتهایی که دلشون برای ایران میتپیده و میتپه، و با یادآوری تمام شخصیت‌هایی که امروز دیگه در بین ما نیستند،
و با احترام به تمام مردان و زنان غیوری که در تمام این مبارزات شرکت کردند، این یک هدف و پنج اصل نهاد مردمی در نهادمردمی.com در اختیار شماست. حتما مراجعه بفرمایید و از تمام کسانی که 2200 و اندی شخصیت هایی که تا امروز به نهاد مردمی پیوستند، تقاضا میشه که حتما هر روز یک نفر رو با نهاد مردمی آشنا بکنید. روز کارگر فرا میرسه. صحبت های مادر اوسانلو رو شنیدید، گفت این فرزند من مگر چی کار کرد؟ فردا روز کارگر روز اول ماه می خواهد بود. در هر جای جهان که هستید با هم همبسته بشویم و فریاد بزنیم مبارزه با استبداد رو برای ریشه‌کن کردن استبداد و حقوق بشر رو برای نهادینه کردن آزادی و دموکراسی. ما پیروزیم چون حق با ماست، به قول دکتر فروتن عزیز، و با هیچ کس هم شوخی نداریم. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران، سرفراز باد ملت آزادی خواه ایران، ریشه‌کن باد استبداد، پاینده ملت سرفراز ایران. همایش همبستگی نهاد مردمی در نروژ. هموطنان عزیز، در این شرایط سخت و بحرانی کشور عزیزمان ایران، با هم بودن و در کنار یکدیگر در راه آزادی ایران قدم برداشتن یک امر ملی است. نهاد مردمی با یک هدف پنج اصل میتواند محلی برای فعالیت هر کدام از ما ایرانیان باشد. به این منظور روز شنبه 30 آپریل در نروژ، اسلو، انکر هتل از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در انتظار دیدار شما هستیم. باشد که با آشنایی به نهاد مردمی شما نیز همراه شوید. دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش. این فرماشون سموته فر نهاد مردمی این نورگه شهر نشک ومنر دین ستاته ویل وارن ستور به تیدنین فر ده ایرانسک فولک تیلو اپنو فریهت و دموکراسی ای ایران. نهاد مردمی شمپر اکتیو فر دهته. فر میر این فرماشون ام نهاد مردمی سپو www.nahademardomi.com. دوار ویلکومن پا انفرماشون سموته لوردائگ دن 30 اپریل با انکر هتل ستور گاتا 55 0 تول اسلو فرا کلوکا 12:00 تیل کلوکا 16:00. آینده ایران در دستان شماست.